سلام به شما عزیزان در هر کجا که هستید. در تهران طوفان زده، در نقاط دیگر شهرهای دیگر ایران، در این ساعت هر کجا هستید و به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید، برای شما روز و روزگار خوشی رو آرزو میکنم. جمشید چلانگی هستم، در ساعت پیش رو از واشنگتن همراه شما خواهم بود و موضوعات روز رو، چون شماره های پیشین تفسیر خبر بررسی خواهیم کرد، در گفتگو با میهمانان برنامه نگاهی خواهیم انداخت به وضعیت اقتصادی در جمهوری اسلامی، ابعاد فساد مالی، آنچه که در معاملات نفتی در پس پرده گذشته است، گروه رفسنجانی در فساد مالی در جمهوری اسلامی چه نقشی دارد، و نیز نگاهی خواهیم داشت به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران. با من و شما هستند آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی در استکهلم سوئد و در کلن آلمان برای نخستین بار در این دور از تفسیر خبر آقای عباس خرسندی با ما هستند، دبیر شاخه خارج از کشور جبهه دموکراتیک ایران. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. به اتفاق تهیه کننده برنامه تینای عزیز و کارگردان فنی برنامه علی گرامی و همکارانم در استودیو و نیز آقای اعتمادی، به شما خوش آمد میگیم. آقای عباس خرسندی، سلام به شما. آقای حسن اعتمادی گرامی در استکهلم. جناب چلانگی، من خدمت شما، همکارانتون، آقای خرسندی و بینندگان برنامه شما سلام عرض می‌کنم. آقای خرسندی، قبل از هر چیزی ما این پرسش رو داریم: جبهه دموکراتیک ایران رهبری همچنان آقای حشمتالله طبرزدی هستن، نیست؟ بله. و شما شاخه خارج از کشورش رو همونطور که من اشاره کردم. بله، اگر فرصت بدید من یه توضیح مختصری در این ارتباط بدم که به خاطر فشار زیادی که بر جبهه دموکراتیک در اون مرز وارد شده و خود آقای حشمتالله طبرزدی همکنون دور دوم 8 ساله زندان خودشون رو در زندان رجایی شهر کرج می‌گذرونند و همینطور اعضای دیگر شورای مرکزی جبهه در داخل کشور زیر فشار روزافزون و تهدیدات عوامل حکومت در اونجا هستند. بنابراین این وظیفه بخشن منتقل شد به خارج از کشور که بر صورت اعضای قدیم جبهه دموکراتیک بار دیگر به شاخه برونمرز پیوستند و تمام کسانی که در اکثر کسانی که در خارج از کشور وجود دارند در شاخه برونمرزی، اینها همه از زندانیان سیاسی هستند و از افراد مبارز و بخشن هم از اعضای دیگر جبهه که از افراد بیرون هستند و از افراد کارکشته سیاسی هستند در اون جبهه برونمرز حضور دارند و ابن الوقت منتظر هستند که کارهایی که لازم هست و از توان جبهه در برونمرز خارج هست رو در برونمرز انجام بدن. به اضافه اینکه وظایف دیگری هم در برون‌مرز وجود داره و آن هم تعامل با نیروها و سازمانها و احزاب برون‌مرز هست که بتوانیم این بخش خارج از کشور رو همراه با همدیگه به جنبش سراسری داخل کشور وصل بکنیم و یک حرکت و به اصطلاح گسیل نیروهای اجتماعی و سیاسی هماهنگ رو در خارج از کشور و در حمایت از مبارزان و جنبش داخل کشور داشته باشیم. این وظایف کلی است که جناب چلانگی خدمتتون عرض کردم. سپاسگزارم از آقای خرسندی. آقای اعتمادی گرامی، ببینید حکومت ایران از نادر حکومت‌هایی هستش، میشه گفت حتی در تاریخ معاصر، که به این شکل طولانی در زندان‌ها شما می‌بینید طیف مختلفی از زندانی‌های سیاسی هست، از سازمان‌های مارکسیستی هست، چپ، سازمان‌های اسلامی هست، سازمان‌های سیاسی هست، گروه‌های سیاسی هست، از مجاهدین خلق هست، از جبهه ملی هست، درویش گنابادی هست، پیروان همه مذاهب هست، دانشجو هست، وکیل دادگستری هست، بالاترین رکورد رو داره از نظر وکیل دادگستری در زندان، هیچ جای دنیا چون رکورد نیست. این حکومتی است که با وعده آزادی احزاب اومده بود. آقای آیتالله خمینی ایشون در نفلوشاتا حتی برای سازمان ها گروه های چپ اشک دید، اشکی که مخالفین ایشون با توجه به رویدادهای بعدی به اشک تمساح تشبیه کردن. این نگرانی اساس چون این موضوعی رو شما در چی میبینید؟ حکومتی که خودش رو متکی به حمایت خداوندگار و پروردگار هم معرفی میکنه، نگرانیش از چیه؟ از درویش گنابادی چیه؟ از بهاره هدایت چیه؟ از کاظمینی بروجردی چیه؟ بله، خب همونطور که شما فرمودید، اون چرا که آیت الله خمینی در رابطه با آزادی و دموکراسی بعد از به اصطلاح برقرار کردن رژیم شاه وعده میدادن در پاریس، اینها همه بعد از اومدنشون در ایران به مرور تغییر کرد و این چیزی دور از انتظار نبود. لااقل اون بخش از گروه‌های سیاسی و عناصر آگاه جامعه که از قبل به ماهیت حکومت‌های استبدادی و ایدئولوژی و مذهبی کم و بیش آشنایی داشتن، این رو پیش‌بینی می‌کردن. در نتیجه همونطور که خود شما هم اشاره کردید، بعد از استقرار حکومت اسلامی در ایران طبیعتاً تمام اون وعده‌ها به مرور کنار گذاشته شد، اگرچه در همون روزهای نخست این مسائل به صورت به اصطلاح حاشیه و کنایه بیان میشد. من اخیراً یک فیلم تازه‌ای رو دیدم در اون دوره‌ای که آیت الله خمینی در قم ساکن بودند و به اصطلاح هفته‌ها و ماه‌های نخست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود و به نوعی گروه‌های سیاسی مختلف بعد از برکنار شدن رژیم گذشته در تلاش بودن که خودشون سازماندهی بکنن و بتونن از طرق مختلف با مردم ایران در ارتباط باشن. خود شما برات در اون دوره در ایران تشریف داشتید و در خاطر دارید که انواع نشریات و مطبوعات مختلف بود و علیرغم اینکه بخش وسیع از نیروهای سیاسی و اپوزیسیون جریاناتی مانند حزب توده و مانند سایر گروه‌های دیگر همکاری می‌کردن و به نوعی حمایت می‌کردن از حکومت اسلامی ایران، اما سایر گروه‌های دیگه به نوعی تحت فشار و تهدید قرار می‌گرفتن. نکته که می‌خواستم بگم در رابطه با این فیلمی که اخیراً منتشر شده، سخنرانی است که آقای هاشمی رفسنجانی در حضور آیت الله خمینی میکنند و از همون زمان جناب چالنگی بسیار جالبه، من امیدوارم که این ویدیو رو هم شما دیده باشید. آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از پایه‌گذاران اصلی انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی در ایران با زبان تهدید نسبت به تمام دگراندیشان و جریاناتی که تابع فرامین و دستورات آیت الله خمینی نبودند و به جمهوری اسلامی بله نگفته بودن، با زبان تهدید با اونها مقابله میکنه و صراحتا میگه اگر شما نخواهید که به صدا تابع سیاست‌های انقلاب و رهبری اون آیت الله خمینی باشید، ما با شما با زبان دیگری برخورد خواهیم کرد. نمونه به اصطلاح اتفاقاتی که بعد از پیروزی انقلاب روسیه در سال 1917 میفته و بعد عملکرد حزب کمونیست اون دوران رو نسبت به منتقدین و مخالفین و دگراندیشان میگه که چگونه میلیون ها نفر به دستور حزب کمونیست شوروی بعد از انقلاب کشته شدن و اون میگه که ما هم امروز در رأس این انقلاب قرار گرفتیم و اختیار مملکت در دست ماست و اگر شما هم بخواید برخلاف میل ما و نظر ما عمل بکنید ما میتونیم به همون شکلی که حزب کمونیست شوروی بعد از پیروزی انقلاب در اکتبر 1917 در شوروی انجام داد با شما رفتار بکنید. بنابراین من میخوام خدمتتون عرض بکنم جناب چالنگی، ماهیت حکومت‌های تک‌حزبی، ایدئولوژیک، مذهبی چیزی فراتر از این نخواهد بود. یعنی هیچ دگراندیشی جز اونها حق اعتراض، انتقاد و حضور خودشون در صحنه سیاست در هیچ جامعه‌ای رو نخواهد داشت. به همین خاطره که من فکر می‌کنم در دوره‌های بعدی با تجربیات تلخی که ما مردم ایران هم در رابطه با انقلابی که کردیم در سال 1357 میبایست توجه داشته باشیم که حکومت‌های ایدئولوژیک، حکومت‌های مذهبی نتیجه جز این وخامتی که امروز در جامعه ما به وجود آوردن چیز دیگر رو عاید ملت ما نخواهند کرد. خب من یه توضیح کوتاه بدم برای نسل جوان که احتمالاً در اون اطلاعات زیادی در اون باره ندارن. آقای اعتمادی اشاره کردن به حرفای آقای رفسنجانی. آقای رفسنجانی بارها و بارها به طور علنی در نمازهای جمعه و جاهای دیگه هم چنین تهدیدایی رو متوجه مردم کردن و مخالفان کردن. نه تنها ایشون بلکه کسانی که بعدها به عنوان چهره‌های فعلا مظلوم شناخته میشن هم در این تهدیدات سهیم بودن. ما متاسف هستیم از اعدام کسانی حتی مانند آقای صادق قطبزاده، اما آقای صادق قطبزاده نیز چنین تهدیداتی کرد. متاسف هستیم از زندانی شدن بی‌دلیل بیجرم هر کسی، ولی آقای ابراهیم یزدی نیز چون این تهدیدهایی کرد. آقای ابوالحسن بنی صدر نیز چون این تهدیدهایی کرد. در روز حمله عراق به ایران بعد از ظهر روزی که حمله کرد آقای بنی صدر پس از آقای خمینی بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و تهدید کرد که دیگه کافی است و جمع کنید بساط خودتون رو از دانشگاه ها و فرصت دادن که اگر جمع نکنید که بعد از این تهدیدات هم به دانشگاه حمله شده بسیاری دیگه. به هر حال این فقط یادآوری تاریخی است. امیدواریم در فرصت‌های بیشتر درباره این مسائل صحبت کنیم. مثلا کسانی مثل آیتالله سانئی علاوه بر انبالی که مصادره کرده و زیر نگین داره، ایشون هم فعلا از مخالفان دولت احمد نژاد بقیه بوده. ایشون هم از تهدید کننده های بسیار بسیار قدرتمند جمهوری اسلامی بودن، یا موسوی اردبیلی یا موسوی تبریزی ها که اینها دیگه مستقیما حکم به کشتن انسان ها دادن. اینها گوشه ای و فقط گوشه ای هست از آنچه که در روزها و ایام پس از انقلاب گذشت. امیدواریم در برنامه‌های مربوط به تاریخ انقلاب راجع به جزئیات بیشتری صحبت کنیم و کسانی که در اروپا به عنوان وکیل و آزادیخواه سنگر گرفتن، نشستن و همچنان صحبت‌های در این مسیر می‌کنن هستند. نویسندگان، روزنامه‌نگاران سرشناسی که در همون زمان طالب سرعت بیشتر اعدام ها بودن بر مدرسه پشت بام مدرسه علوی. نامه سرگشاده برای محمد رضا شاه پهلوی هم نوشته بودند که بیایید و آزادی بدهید و قانون اساسی مشروطه، و بعد از مشوقان اعدام های پشت بام مدرسه علوی بود. آقای خرسندی، شما نقطه مشترک این موضوع رو در کجا میبینید؟ از درویش گنابادی تا ایرانی چپ مارکسیست و کجا می‌ریم؟ بله، زندانی بودن این افراد. بله عرض کنم خدمت جناب علی که ببینید اشکالی که در انقلاب سال 57 وجود داشت این بود که تمام جریانات در چپ و راست در مقابل حکومتی قرار گرفتند که اساساً تلاش داشت نوع مدرنیسم رو در کشور پیاده بکنه، اما اون سیستم هم در درون خودش تناقض داشت برای اینکه روحانیت رو در دل خودش هم پرورش داده. این تعارض باعث شد که نهایتاً انقلابی داشته باشیم. نیروهای مختلفی توش رشد کرده بودند، از چپ مارکسیسم که با نفوذ شوروی سابق نظیر حزب توده و جریانات مختلف درش حضور داشتند، تا جریان مذهبی و جریانات میانه و ملی، البته که همه اینها بر سر یک هدف که این هدف رو اشتباه فرض کرده بودند با همدیگه در کنار همدیگه قرار گرفتند و این در واقع بزرگترین اشتباه تاریخی بود. چرا میشد که در اون زمان هم احتمالاً اصلاحاتی در رژیم گذشته ایجاد کرد که شرایطش هم فراهم بود، اما انقلاب هدفش تنها در حوزه ملی هم نبود. اگر این رو محدود بکنیم در حوزه ملی، به نظر من هدف این انقلاب در بیرون از مرزها تعیین شده بود، از سوی کشورهای قدرتمدار و قدرتمند جهانی که ایران رو با توجه به استقرار یک حکومت مذهبی در یک چاله بزرگی بیندازند که بشود در منطقه و به ویژه در مناطق نفتخیز که از خلیج فارس، خاورمیانه، خلیج فارس تا آسیای میانه، آسیا مرکزی پیش میره، تمام مناطق نفتیش رو بتونه در پوشش یک سیاست مذهبی به پیش ببره و لذا از پاکستان، از افغانستان، آسیای جنوب شرقی آغاز شد این حرکت و در خاورمیانه در ایران. نقطه مشترک زندانی‌های سیاسی در ایران رو شما در چی می‌بینید؟ چرا حکومت جمهوری اسلامی هم درویش گنابادی رو در زندان داره، هم ایرانی مارکسیست رو، هم سلطنت طلب رو، دانشجو، وکیل، همه رو، هم آقای طبرزدی رو، جبهه دموکراتیک رو و جبهه ملی رو، هر چی که بخواید در زندان‌های جمهوری اسلامی هست. چرا؟ دقیقاً ببینید نقطه اصلی در اینجاست که یک بخش از حکومت یا یک جناح از حکومت که ولایت فقیه در مصدرش قرار داره، این بخش به سمت مطلقه شدن پیش رفته. طبیعتاً جریانات دیگری نظیر رفسنجانی و یا قطب‌های دیگر که اصلاح طلبان باشن هم در کنار این جریان جمهوری اسلامی قرار داشتن، اما اون انگیزه قدرت طلبی در این بخش و برتری طلبی از نظر نظامی که در واقع سپاه را در اختیار داره بر بخش دیگری که آن هم انگیزه قدرتی سیاسی و جاه طلبی سیاسی داشته فائق آمده. امروز ما نمیتونیم فی الواقع بگیم که رفسنجانی و یا جریانات دیگر و یا اصلاح طلبان حتی به نظر ما، به نظر جبهه دموکراتیک، درد مردم و یا کشور رو داریم. برای اینکه از در دهه 67 ما شاهد خیلی از مشکلاتی بودیم که توسط جریان چپ و شخص رفسنجانی در کشور به وجود آمده و پایه‌های استبداد توسط جریان رفسنجانی مستحکم شد. لذا هیچ امیدی به این جریان وجود نداره که ما از زاویه‌ای نگاه بکنیم که این جریان احتمالاً آزادی خواست. فشار جریان مطلقه به طور طبیعی بر رقیب خودش رفسنجانی و جریان روحانی و بقیه دنباله‌های اصلاح طلبان وجود داره، به اضافه اینکه اپوزیسیونی که خواستار نفی این نظام هست هم زیر ضربات مستقیم حکومت به طور کلی قرار داره، از جمله جبهه دموکراتیک هست که در طول 12-13 سال گذشته به شدت فعال بوده و رو در رو با حکومت مبارزه کرده. جبهه ملی هم به همین شکل و جریانات جنبشی در ایران، جنبش دانشجویان، جنبش کارگران، جنبش زنان و جنبش معلمان و طیف‌های میانی جامعه همه درگیر شدن با نظام و اگر مشاهده بکنید از همه طیف شما شاهد هستید که در زندان‌ها حضور دارد. به هر صورت من فکر می‌کنم که فشاری که جمهوری اسلامی داره میره به صورت قطبی و به سمت مطلقه شدن خود ولایت فقیه هست، نهایتا فشارش رو با تمام جناح‌های رقیب خودش و بل جمله به اپوزیسیون وارد میکنه، به اپوزیسیونی که در هر صورت در مقابل با حکومت و نفی نظام قرار داره. آقای اعتمادی گرامی، آقای اعتمادی عزیز، ببینید اشاره شده جناهای سیاسی مختلف، اما در کل نظام هم شکاف عمیق و رو به گسترشی به گفته ناظران، به گفته شواهدی که عیان هست دیده میشه. این شکافی که بین دو جناح اصلی تشکیل دهنده جمهوری اسلامی شما میبینید، یا ممکنه شما چون نمیبینید قضیه رو، این رو ناشی از چی میتونه؟ مسائل و منافع اقتصادی؟ خیر، ممکنه جناحی در جهت مردم بخواد کار کنه، اون یکی جناح چنین نیست، ناشی از مسائل مردم میدونید، جانبداری از مسائل مردم از چی میدونید؟ بله، ببینید جناب چالنگی عزیز، متاسفانه یا خوشبختانه ما در حکومت اسلامی ایران در طی 35 سال گذشته با اسامی معینی روبرو هستیم که اینا جزء پایه‌گذاران این حکومت بودن و اینم جزء عجایب جهانه که 35 سال پیش عده‌ای حالا تحت عنوان رهبران انقلاب یا تحت عنوان بنیانگذاران یک نظام سیاسی مذهبی در ایران بر سر کار اومدن، ولی همون مهرها و همون عناصر و همون شخصیت‌ها اسامیشون همچنان در رده اول کسانی است که سرنوشت کشور ما رو در دست دارن. این رقابت از همون روزهای نخست در بین این عناصر وجود داشته. نامی که افرادی مانند آقای موسوی، آقای کروبی، آقای رفسنجانی، آقای روحانی، آقای خاتمی، آقای خامنه‌ای، همه اینها در رده‌های پایین‌تر وقتی شما باز با اسامی که به طور روزمره و مرتب در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و محافل سیاسی مطرح میشه میبینید که اینها بودن که این انقلاب رو پایه‌ریزی کردند و اینها هم هستن که همچنان سرنوشت این کشور رو در دست دارن و باز اینها هستن که برای به دست گرفتن قدرت هرچه بیشتر با هم رقابت دارن. رقابت بین جناح‌های حکومت اسلامی ایران ابداً چیز تازه‌ای نیست. شما همین مسائلی که امروزه حتی به عنوان مسائل روز در رابطه با ایران با شما برخورد می‌کنیم، شما می‌بینید پای تمام این عناصر در دولت‌های مختلف تحت عنوان به اصطلاح دولت‌های طرفدار اصلاحات در ایران و یا اصولگراها، می‌بینید که این عناصر در دولت‌های مختلف هم حضور داشتن و سیاست و تصمیم‌گیری‌های مختلف به اصطلاح معینی رو با همدیگه در هر دوره پیش بردن، اما سعی کردن در هر دوله‌ای که دولت و یا مجلس رو در اختیار دارن سهم بیشتر رو از قدرت داشته باشند و این سهم بیشتر از قدرت نه در جهت منافع ملی مردم ماست، نه در جهت آبادانی و پیشرفت کشوره، بلکه در جهت منافع گروهی و جناحی خودشونه. من یه مثال خدمتتون بزنم، همین پرونده مربوط به اصطلاح فسادی که در رابطه با قرارداد کرسنت پترولیوم پیش اومده، شما نگاه میکنید که این قرارداد در دوره آقای خاتمی بسته میشه، در همون دوره آقای روحانی رئیس شورای امنیت ملی نسبت به این قرارداد اعتراض میکنه، در همون دوره آقای زنگنه وزیر نفته، آقای زنگنه میگه که من در به اصطلاح این قرارداد سهمی نداشتم، نقشی نداشتم، بلکه بخش خصوصی نفت داشته. و بعد از اون میبینیم دولت آقای احمدی نژاد میاد نسبت به این مسئله اعتراض میکنه، قرارداد ملغا میشه، به نوعی ایران دچار ضرر زیانهای هنگفتی میشه، اما در دوره آقای روحانی مجددا این قضیه مطرح میشه و باز این بار آقای زنگنه که خودش طرف به نوعی طرف قرارداد این قضیه بوده، به عنوان وزیر نفت آقای روحانی وارد همکاری با دولت به اصطلاح طرفدار اصلاحات یا تدبیر و امید میشه. برای اینا همشون از یک جناح معینن که به اصلاح طلبها معروف هستن. به نظر من در مورد این تفاوت‌ها یه صحبتی که آقای روحانی از روز نخست کاندیداتوری خودش داشت این بود که نقدینگی باید در خدمت توسعه اقتصادی ایران باشه. این حرف معنیش این بود که آقا ما نفت رو میفروشیم، پولش بیاد در بانک مرکزی، ما در جهت پیشرفت توسعه اقتصادی میذاریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا تسلط ما بر روی درآمد نفت باید در اختیار ما باشه، دست سپاه باید بیاد بیرون. ضمن اینکه یک توجیه سیاسی هم اینا داشتن که ما برای به اصطلاح برای اینکه بتونیم زمینه توسعه اقتصادی رو تامین بکنیم، بخش خصوصی رو باید امکانات بیشتری بهشون بدیم. این یک به اصطلاح دروغ بزرگه. در ایران ما بخش خصوصی مستقل نداریم جناب چالنگی. بخش خصوصی یا وابسته به آقازادگانه یا وابسته به سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات امنیته. رقابت بین بخش خصوصی هم اگر باشه به صورت نادرست و غلط بین این دو شرکت‌های خصوصی وابسته به این دو جناح که صرفاً منافع خودشون رو در نظر دارن. بله، اشاره کردم به آقای بیژن زنگنه. این توضیح رو هم من بدم که خب به هر حال در کابینه آقای روحانی درباره عدالت اجتماعی و آزادی‌های اجتماعی اینا هم صحبت کردن. متوجه دادگستریشون جناب اعتمادی عزیز آقای پورمحمدی است. بله، یعنی که ایشون قاعدتاً بر موازین بین‌المللی باید در دادگاهی محاکمه میشد به خاطر قتل زندانیان سیاسی دهه ۶۰. یکی از ۳ نفری بود که مأمور چنین کاری شد. آقای اعتمادی در مورد کرسنت که شما اشاره کردین، ظاهرا این غرامتی که هست ایران باید به پرداز دادگاه لاهه محکوم کرده. البته برخی از مسئولان در تهران اینو تکذیب کردن. این غرامت رو به این خاطر هستش که حکومت ایران هم پول رو گرفته و هم قرارداد رو امضا کرده و بعد در دولت احمدی نژاد این قرارداد رو گفتن ما اجرا نمی‌کنیم. نمیتونن که یک دولت امضا کنه یک دولت دیگه بیاد بگه اجرا نمی‌کنیم، باید غرامت بدن. همونطور که گروگانگیری و بقیه چیزا باعث غرامت شد. جناب چالنگی کاملا همینطوره. ببینید ما کشور قانونمندی نداریم. ظاهرا ما یه چیزی به نام پارلمان داریم، یه چیزی به نام دولت داریم، ولی باندهای مافیایی قدرت هستن که بر اساس منطق زور و خشونت، اعمال خشونت و سرکوب همه مسائل خودشون رو حل میکنن. شما همون دوره که آقای احمدی نژاد قرارداد کرسنت پترولیم موقعی که ملغا میکنه، آقای روحانی رئیس شورای امنیت کشوره و میتونسته به این مسئله اعتراض بکنه، میتونسته اون رو در مجلس بکشونه. ولی رقابت ها در سطحی است که گاه دو طرف ناگزیرن به خاطر اینکه هر دو طرف فاسدن، هر دو طرف دستشون آلوده است به این به اصطلاح مفاسد اقتصادی. بنابراین خیلی جاها در برابر هم کوتاه میان تا موقعیت بهتری پیدا بکنن برای غارت ثروت‌های ملی مردم کشور ما. بنابراین پرونده مربوط به کرسنت پترولیوم که دست پسر آقای رفسنجانی درش وجود داره، عواملی که به عنوان دلالان شرکت‌های خصوصی بودند در دوره آقای خاتمی در رابطه با این مسئله، دست و پای همه اونها در این پرونده هست و شما می‌بینید که جزئیات دقیق این پرونده هنوز همچنان فاش نشده. یکی از دلالان این رو آقای یزدی رو در دبی می‌دزدن، ۶ نفر ایرانی می‌دزده، میبرنش بیهوشش میکنن و بعد سربنیستش میکنن. ولی حتی دولت دبی و پلیس بین‌المللی و جمهوری اسلامی که پایه اصلی این جریان بوده، کوچکترین جزئیاتی از این پرونده رو فاش نمیکنه. در صورت که همونطور که شما فرمودید همین قرارداد به سادگی معادل ۵۰ میلیارد دلار به کشور ما ضرر زده. ۳۱ میلیاردی که در طول این ۷ سال سوخت و به هوا رفت میتونست بابت یارانه ۲ سال تمام جمعیت مردم ایران باشه. اما این فسادی که در درون این دستگاه هست همواره این مطالب رو سرپوش میگذاره، نه از طرف اصلاح طلبها و نه از طرف اصولگراها. به طور واقعی تمام رمز و رموز این مسائل باش نمیشه. آقای خرسندی عزیز، شما این شکاف رو بین جناح‌های جمهوری اسلامی ناشی از چی میدید؟ جاذبه قدرت سیاسی به ویژه در بین روحانیون خیلی زیاد هست، اساساً چون این قوم یا این طیف سالهای سال خارج از قدرت سیاسی قرار داشته و اکنون که به قدرت رسیده حتی بر سر قدرت و به تبع بر سر منافع مالی به جان همدیگه هم بیفتند. اولین قرارداد نفتی فاجعه آمیز و فضاحتبار توسط خود رفسنجانی انجام شد و اون به اصطلاح پولی که به عنوان رشوه رد و بدل شد در اون طیف بود. امروز دیگه نمیشه باور کرد که رفسنجانی که یک بخش دیگر از جریان این حکومت هست و درد مردم رو فریاد میزنه در واقع، نمیشه که بهش اعتماد کرد و یا اساسا جامعه بهش اعتماد نمیکنه. و همین نسبت آقای دولت روحانی هم که امروز داره صدای دیگری رو از خودش در میاره که خارج از مضمون و محتوای نظام هست، این صدا هماهنگ نیست با خواست و منطق جامعه و مردم. اینه که به هیچ وجه نمی شود بر اساس اون منافع مالی و قدرت طلبی این رو بلا قرار داد که این دو جناح یک جناحش به نفع مردم هست. نه، به طور کلی ما این نظر رو رد میکنیم و معتقد هستیم که اختلاف دو جناح همچنان بر سر قدرت و جاه طلبی است. هرگاه یک جناح از قدرت دور افتاد، حرف مردم رو زد، صدای مردم رو به اصطلاح به گوش اون جناح رسوند. این واقعیت نداره. همه مردم ایران امروز به خوبی آگاه هستن نسبت به مسائلی که در درون نظام داره رخ میده. شما توجه بفرمایید که یک بخش عمده ثروت به دست سپاه منتقل میشه، سپاهی که به یک نیروی سرکوبگر جامعه و جنبش های داخل کشور تبدیل شد. بنابراین ما نمیتونیم قضاوت رو بر این مبنا بذاریم که این تناقضاتی که بین دو جریان وجود داره میتونه که واقعی باشه و کمک بکنه به جامعه برای برون رفت از بنبستی که کلیت نظام و ساختار جمهوری اسلامی پدید آورده. جناب خرسندی، آقای خامنه‌ای کجای این شکافه؟ آقای خامنه‌ای در رأس این شکافه جناب چلانگی و البته اون قطب به اصطلاح مطلقه قدرت رو ایشون تشکیل میده با کمک سپاه که در واقع سپاه رو تطمیع کرده با ثروت‌هایی که در کشور وجود داره. سرمایه‌گذاری‌های زیادی رو در اختیار سپاه قرار داده و شریک قافله کرد در واقع سپاه رو. این هست که قدرت مسلط در جمهوری اسلامی همین جریان خامنه‌ای است و جناح بازنده که سعی میکنه به جریان اجتماعی دست بیاویزه و از اون کانال خودش رو تحمیل بکنه و یا فشاری وارد بکنه به جریان خامنه‌ای، اون جناح به اون بهانه ها دستاویز پیدا کرده و به نظر ما هیچ کدوم واقعیت نداره. یعنی اینکه وقتی شما با ولایت مطلقی رقیب جریان سپاه که هر دو یکی به فرمان دیگری سرکوب رو در جامعه آغاز میکنه و در کنار دیگر شما سکوت جریان رفسنجانی و طیف‌های مختلف رو مشاهده میکنی و هم امروز هم که شما ببینید امثال آقای حشمتالله طبرزدی به طیف عظیم زندانیان سیاسی مبارز که به نفع نظام جمهوری اسلامی دارن فریاد میزنن و پاسدار برکناری جمهوری اسلامی هستن، هیچ کدام از جریان اصلاح طلبها کوچکترین حمایتی از این مبارزات نکردن و سکوت مطلق دارن. آقای اعتمادی عزیز، ببینید سپاه پاسداران اشاره کردن که قدرت اقتصادی دارن یا در این جناح کجا ایستادن در این وضعیت. خیلی معتقد هستن که سپاه در کمین به دست آوردن و یک پارچه کردن قدرت سیاسی هم هست، یعنی عملا برای دوره بعد از خامنه‌ای هم خودش رو آماده میکنه که قدرت رو در دست بگیره. این پیشبینی تا چند اندازه متکی بر واقعیت‌های امروز است. از کنم آقای چلانگی، این نظر و این تئوری همیشه بوده که در شرایطی که بحران در ایران از اون چیزی که امروز هست شدت بیشتری پیدا بکنه، طبیعتاً امکان این که نظامیان و اطلاعات امنیتی هایی که در حکومت سهم بالادستی بدارن در دوره کنونی، اونها تمام اختیار رو در دست بگیرن و این طبیعی است. یعنی با توجه به شرایط کنونی که در ایران پیش میره و این بحران و این نابسامانی، تورم، گرانی و همه مصیبت هایی که گریبانگیر مردم ما شده، هیچ بعید نیست امکان زمینه های درگیری های داخلی، درگیری داخلی منظورم نه این که اختلافات قومی و اینها باشه، به هیچ وجه. به نظر من دو اردوگاه به اصطلاح فقرا و گرسنگان در ایران روز به روز دارن شکل بیشتری به اصطلاح وسعت بیشتری به خودشون میگیرن و بعد یک گروه از ثروتمندانی که به هر حال صاحب ثروت‌های کلان و افسانه‌ای شدن. هر دوی این اردوگاه امروز در جامعه کاملا قابل رویتن و قابل به اصطلاح دیدن هستند. این شرایط با گرسنه‌تر شدن، با فقیرتر شدن و با به اصطلاح ایجاد مشکلات بیشتر برای یک طبقه وسیع از مردم کشور ما تا ابد قابل کنترل نیست. اون کاری کتاب امروز اینا تونستن بکنن، به اشکال مختلف تونستن این بحران رو به نوعی کنترل بکنن، اما این کنترل هر آن ممکنه که از دست اینها بیرون بیاد. بنابراین در اون صورت طبیعتا نظامی ها و امنیتی ها به خاطر اینکه بتونن این نظام رو حفظ بکنن و قطعا با توافق خود اصلاح طلبان، چون اصلاح طلبان در ایران نیروی سیاسی بودن که همواره خواستن که این حکومت رو تعمیرش بکنن، ترمیمش بکنن، نه به معنای اینکه اصلاحاتی به وجود بیاد به صورت بنیادی که به نفع مردم کشور ما باشه. بنابراین اونها هم خواهند خواست یک چنین شرایطی رو، یعنی تن به این شرایط خواهند داد که اختیار رو به طور کامل در تمام عرصه های اعمال قدرت به دست نظامی ها بسپارند. بنابراین امکان هست اگر در اون زمان مردم کشور ما نتونن تصمیمی برای تعیین سرنوشت خودشون بگیرن، اگر تا اون زمان یک اپوزیسیون جدی در مقابل این حکومت به وجود نیاد، این احتمال رو ما باید به اصطلاح یحتمل بتونیم یا برای احتمالی که میتونه اتفاق بیفته. به زبان علما اشاره به یحتمل میبخشید. بله، حالا آیا موفق خواهند شد یا خیر این مسئله است که میتونیم در برنامه‌های دیگه بهش بپردازیم حتما، و امیدواریم روزی به مسئله اصلاح طلبی حکومت ایران یا اصلاح کردن حکومت ایران که آیا شدنی است، کجای این حکومت رو باید اصلاح کرد و می شود، آیا خواهیم پرداخت حتما به. سپاسگزار هستیم آقای حسن اعتمادی عزیز، با سپاس بسیار از شما و همینطور سپاسگزار هستیم آقای خرسندی گرامی. امیدواریم در برنامه‌های آینده با ما و بینندگان ما باشید. آقای خرسندی عزیز، آقای اعتمادی، پی خواهیم گرفت تا لحظات دیگه تفصیل خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. با من و شما خواهند بود در دقایق پایانی این برنامه آقای وفا آذربهاری از واشنگتن. تا لحظاتی دیگه. با من و شما هستند آقای وفا آذربهاری، روزنامه نگار با تمرکز بر مسائل و اخبار و زمینه‌های اقتصادی ایران. آقای آذربهاری نخستین بار نیست که در برنامه با من و شما هستند. به اتفاق شما به ایشون خوش آمد میگیم در واشنگتن. سلام به شما. سلام بر شما و بینندگان برنامه. آقای آذربهاری عزیز، میدونم که شما به طور دقیق هرچند این روزام سرگرم وبسایت امروزنما هستید، رسانه خبری تازه‌ای که آخرین خبرها رو در اختیار علاقمندان قرار خواهد داد در زمینه‌های مختلف، نه تنها اقتصادی، سیاسی، ورزشی، فرهنگی و هر چه که هست. اما در کنار اون همچون به دقت اخبار اقتصادی رو در ایران دنبال میکنیم. اگر بخوایم به قول معروف یک حساب سردستی داشته باشیم از کسانی که وام گرفتن از بانک‌ها و پس ندادن، گفتن چندین میلیارد، 4-5 نفر گرفتن، یه بار گفتن 15 نفر اومدن میلیاردها گرفتن پس نمیدن، شما دارین یه همچین آماری رو که به ما و بینندگان بگید؟ آقای چالنگی، آماری که وجود داره آماری رسمی و منتشر شده. آنچه که در دست ماست آن چیزی هست که در ایران به وسیله ارکانهای دولتی و حکومتی منتشر شده. اکثر این آمار به روز نیست مثل بقیه آمارهایی که در ایران منتشر میشه. برای نمونه مثلا اشاره موقعی که میشه اکثرا برمیگرده سال گذشته یا 6 ماه نخست سال 1392، یعنی زمانی که هنوز دولت آقای احمدی نژاد سر کار بود. صحبت سر 80,000 میلیارد تومان بدهی بانکی است. اشاره به این میکنن که بخش اعظمیش 173 نفر در حقیقت این بدهی رو دارن. در همون مطالب اشاره به این میشه که این ارقام سبب این میشه که 20% از میزان تسلیحاتی که بانک ها میتونن در اختیار هموطنان قرار بدن خواسته میشه با چنین اعداد و ارقام. ولی همانطور که خدمتتون گفتم این ارقام رو شاید ما بتونیم به عنوان ارقام پایه به حساب بیاریم و اسمی از اشخاص نمیاد مگر در مواردی مثل بابک زنجانی که رسمی میشه و اون شخص دستگیر میشه. در غیر این صورت این اسمها فقط به عنوان یک تعدادی و یا دانه درشت یا واژه‌هایی که در ادبیات امروز ایران به کار میره. خب این مگه وقتی وام میدن به کسی، چون مردم عادی وقتی میرن وام بگیرن 1000 تا کاغذ و اینا باید پر کنن و ضمانت بدن اینو، بعد اون وقت میان میلیاردها میلیارد تومان رو وام میدن. این ضمانتی، گروی، چیزی، این چیزا در بین نیست یا اگر هست مهم نیست؟ نکته درستی رو اشاره کردین، چون اگر افراد عادی و کسانی که برنامه شما رو میبینن خودشان این مسئله رو لمس کردن و میدانند که وام دادن بسیار سخته یا اصولا نمیتونن وامی از بانک‌های ایران بگیرن. البته مردمان عادی نیستن برنامه ما رو ببینن، همشون مردمان فوق‌العاده‌ای هستن. بفرمایید. اما اشاره بر اینه که آنچه که ریشه این موضوع در اقتصاد رانتی و ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است که انحصار رو در بخش‌های مختلف به افراد و مؤسسات دولتی یا آنچه که در دوران دولت گذشته اسمشو بیشتر گذاشتن شبه دولتی پدید میاد. ما این نکته رو باید یادآور بشیم آقای چالنگی که بانک‌های ایران ورشکسته هستند. این رو نه اینکه ما اعلامش بکنیم. آقای محسن بهرامی ایشون یه دوره‌ای معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران بودند و در اتاق بازرگانی تهران ایشون صاحب صندلی هستند. ایشون با خبرگزاری کار ایران هفته گذشته گفتگوی فوق‌العاده کوتاهی رو داشتن، اما مطالبی که بیان کردن بسیار شگفت‌آور بود و آن این بود که بانک‌ها در ایران ورشکسته اگر بشوند به خاطر مسائل امنیتی این اخبار هیچ وقت رسانه‌ای نمیشه. حتی اشاره کردن بسیاری از بانک‌ها در دوران دولت گذشته ورشکست شده‌اند. قبل از ایشون هم اقتصاددانانی مثل آقای رنانی همین بحث رو مطرح کرده بودند تلویحاً که بانک‌های ایران اصولاً بانک‌های ورشکسته‌ای هستند. این با اعداد بازی کردن و اون چیزی که خود بانک مرکزی تزریق میکنه به این بانک ها. گزارشی رو حتی هفته گذشته روزنامه جهان صنعت منتشر کرد که در اون گزارش میگوید به ازای هر فرد هر 3500 ایرانی یک بانک وجود داره. به ازای هر 350 نفر ایرانی یک کارمند بانک وجود داره. در مملکتی که رشد اقتصادیش منفی است و این رو سران حکومتی هم تایید میکنن، توسعه بانک‌ها یکی از برنامه‌های محمود احمدی نژاد و دولت قبلی بود و با این توسعه آنچه که به هر حال رسانه‌ای شده و در دست ماست مسلماً رانت و اختلاف رو تونستن بیشتر گسترشش بدن و نتیجهش چنین چیزی شد. خب بانک ها که ورشکسته شدن چجوری هست که همچنان به کار خودشون ادامه میدن؟ پول چاپ میکنن آقای چالنگی. همون طوری که در مورد سیاست هدفمند کردن یارانه ها با چاپ پول کاغذی رو که سالیان سال در برنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هست، با چاپ پول یک بخشی برمیگرده. این چاپ پول مسلماً به نرخ رشد نقدینگی و نقدینگی یکی از گرفتاری‌هاش مسلماً افزایش نرخ تورمه. همین امروز که من با شما دارم صحبت می‌کنم، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران به خبرگزاری مهر ایشون گفتگویی کردن. ایشون دارن میگن اصولاً برای بخشنامه‌هایی که بانک مرکزی به بانک‌ها میده کسی توجه نمی‌کنه. این بانک‌ها توجه نمی‌کنن به آنچه که دولت و بانک مرکزی بهشون ابلاغ میکنه. به همون خاطر ایشون حتی اشاره میکنن و خواستار این شدن که در تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران یک فکری بشه، به قول معروف یک رفرمی، یک اصلاحاتی صورت بگیره در بانک مرکزی و حتی رئیس بانک مرکزی رو یه نوع دیگری انتخاب بکنن. یعنی چند نهاد حکومتی، اینجور نباشه که دولت انتخاب کنن، که این بحث هم بحث تکراری است و قبلا هم شده. البته من اساساً یه همچین نظام اقتصادی رو میشه ماله کشید، اصلاحش کرد، جایش که لکه‌دار هست لکه‌ها رو با رنگ‌های تازه پوشوند، یا اینکه خیر چنان لکه‌ها زیادی شده که باید دیواری از نو بنا ساخت. فکر نمی کنم آقای چالنگی، ما الان که گفتگو میکنیم با هم 35 سال از جمهوری اسلامی ایران میگذرد. ما 35 ماه بعد از انقلاب با هم دیگه حرف نمیزنیم. مسلماً ریشه گرفتاری هایی که ما اگر بخوایم خیلی به قبل حتی برگردیم، در امری بود که در دولت موقت با ملی کردن به اصطلاح بانک ها انجام شد. یادآوری میکنیم به بینندگان خودمون که بانکداری در ایران به قدری بانک این مسئله اعتبار داشت، یعنی بانک صنعت بانکداری ایران اعتبار داشت، که همونطوری که خود شما در جریان هستید، بعد از اتفاقاتی که برای لبنان صورت گرفت و در حقیقت بیروت مرکز مالی خاورمیانه بود، این موضوع اتوماتیک تهران در زمان رژیم گذشته به عنوان پایتخت مالی خاورمیانه انتخاب شد. اما سیاست‌های غلطی که از روز نخست بعد از انقلاب انجام شد، کار رو به جایی رسونده که تمام دست‌اندرکاران اقتصادی و حتی بخش‌های حکومتی اتاق بازرگانی تهران همه یک صدا بر آشفتگی بانکداری در ایران تاکید داد. بله، خب قبل از انقلاب بانک‌های ایران در خارج از کشور هم به دلیل اعتبار اقتصادی ایران فعال بودن، همونطور که آقای آذربهاری شرکت در پایتخت‌های اروپایی، لندن، پاریس، جاهای دیگه، و در خاورمیانه نیست، در قاهره و جاهای دیگه. بانک‌های ایران در قاهره سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای داشتن. بانک تجارت ایران در صنعت توریسم و صنعت نساجی مصر سرمایه‌گذاری کرده بود و صنعت توریسم مثلا یکی از شراتون‌های بزرگ مصر رو این بانک ساخته بود که شعبهش هم در لابی اون هتل بود تا چندین سال پیش، به خاطر رسیدگی به اموال ایران که در مصر. اما آیا آقای آذربهاری این آقای چالنگی، حتی در ادامه فرمایش شما در مورد همین بانکداری در دوران گذشته، همین آقای محسن بهرامی که من بهش اشاره کردم، در اون مطلب کوتاه خبرگزاری کار ایران یکهو اشاره میکنه که در دوران گذشته هم بانک توسعه صادرات داشته ورشکست میشده. به فرمان محمد رضا شاه بانک ملی در حقیقت پوششی دادن و این خبر رسانه‌ای نشده که حتی معاون سابق وزیر بازرگانی چنین چیزی رو تکذیب میکنه. و در حقیقت بر آنچه که رایج هست سیستم بانکداری گذشته رو لااقل زیر سوال نمیبرد. همونطور که ارزش پول ایران پیش از اوله. آقای آذربهاری عزیز، آیا عادلانه است که تمام این مصیبت که به شما بهش اشاره کردید ناشی از دولت احمدی نژاد بدونیم یا خیر؟ سنگبنای چنین ویرانی که سنگبنایی داره اگر داره از زمانهای پیش از اون دولت احمدی نژاد به اصطلاح عامیانه شاید شورش شده رو بود در بسیاری از مسائل، اما از قبل شروع شد. همونجوری که خدمتتون اشاره کردم، ریشه گرفتاری صنعت بانکداری امروز ایران، اون پله اول این گرفتاری در تسلیم بود که در دولت موقت مهندس بازرگان گرفته شد و مسئله ملی کردن بانک‌ها و از آنجا همینطور تشدید شده. بانک مرکزی در تمام ممالک پیشرفته و در بسیاری از ممالک که حتی پیشرفته هم به اون معنی نیستند مستقل عمل میکنه، در حالی که در ایران چنین نیست و یک نهاد دولتی و حکومتی است و فقط به قول معروف آنچه را که بهش دیکته میشه انجام میده. خب آقای وفا آذربهاری رو گیر آوردن کار چندان ساده نیست. شبانه روز 24 ساعته ایشون بی اغراق 28 ساعت مشغول کار هست، یا خوندن و تعقیب اخبار و کارهای دیگه. بنابراین از همینجا یه فرصتی بپرسیم آقای آذربهاری، رسانه خبری که به مدیریت سردبیری شما در حال راه افتادن هست، امروزنما، الان علاوه بر صفحه فیسبوک که امیدوارم آدرس رو روی صفحه داشته باشیم، کی به طور کلی وبسایتش رو میشه منتظر بود که منتشر میشه؟ سپاس از شما که چنین پرسشی رو مطرح میکنیم. تلاش ما بر این است که در زمانی در تابستان روز و لحظه ای رو بهتره که قول ندیم، به خاطر مسائلی که خود حضرت عالی میدونیم ممکنه آدم یک قولی رو بده و به خاطر گرفتاری هایی که میتونه پیش بیاد که طبیعی هم هست. تلاش ما بر اینه که در تابستان چنین اتفاقی بیفته، ولی همونجوری که اشاره کردیم از 14 فروردین 1393 صفحه فیسبوکش فعال و همینطور ما در شبکه اجتماعی به صورت گسترده حتی یوتیوب کار خودمون رو ادامه خواهیم داد و در عین حال روی وبسایت هم کار می‌کنیم. خب الان در فیس